وقت شما بخیر. با پادکست خبرهای مهم این هفته از عمل خوش آمدید. از خبر در مورد کاهش اعتماد شهروندان آلمان به دولت اولاف شولتز آغاز میکنیم. اعتماد شهروندان آلمان به دولتشان به پایین ترین حد خود رسیده است. این نتیجه نظرسنجی سالانه است که توسط انجمن کارمندان دولت آلمان انجام شده است. به گفته خبرگزاری تاگس شاو، 70% از شرکت کنندگان معتقدند که صدر اعظم اولاف شولتز و کابینه اش به خوبی از پس وظایفشان بر نمی آیند. تنها 27% از مردم دولت را قادر به انجام وظایفش می دانند که آمار آنها 2% از سال گذشته کمتر است. این در حالی است که نظرسنجی مشابه در دوران کرونا نتیجه برعکس داشت. در آن زمان بیشتر مردم از وضعیت زندگیشان در آلمان راضی بودند. بازداشت رئیس پلیس در برلین به جرم سرقت 57,000 یورو. رئیس پلیس در برلین به اتهام دزدی دستگیر شد. دادستان کل کشور این خبر را بعد از ظهر سه‌شنبه 15 آگوست اعلام کرد. با گفته آر بی بی 24، این رئیس پلیس 48 ساله با هم دستش راننده ای را در خیابان مسدم برلین متوقف کردند. آنها سپس به راننده دستبند زدند و او را داخل ماشین پلیس بردند. گفته می شود که 57,000 یورو و دو تلفن همراه از ماشین راننده 62 ساله به سرقت رفته است. پلیس برلین دفتر و آپارتمان این رئیس پلیس را تفتیش کرده و شواهد و تجهیزات مورد استفاده را یافته است. پول سرقت شده در فهرست پلیس ثبت نشده و معلوم نیست منشأ آن چیست. رئیس پلیس اکنون از سمت خود تعلیق شده و پرونده او در حال بررسی است. وزیر آموزش ایالت شلزویک هولشتاین خواستار محدودیت گسترده در استفاده کودکان از تلفن همراه شد. کارین پرین، وزیر آموزش شلزویک هولشتاین و معاون فدرال CDO، با پیشنهاد خود مبنی بر ممنوعیت تلفن همراه در مدارس ابتدایی با مخالفت‌های روبرو شده است. پرین به روزنامه بلت گفت: ما باید ممنوعیت کلی استفاده از تلفن همراه را برای مدارس ابتدایی در نظر بگیریم. او افزود که بازی با گوشی‌های هوشمند به این معناست که کودکان به اندازه کافی بیرون نروند. اما نماینده سبز ها در بوندستاک در واکنش به این گفته وزیر آموزش گفت که مدارس باید مکان باشد که در آن کودکان و جوانان یاد بگیرند چگونه از همه انواع رسانه ها به طور عاقلانه استفاده کنند. به گفته این نماینده، خود تلفن همراه خوب یا بد نیست، فقط نحوه استفاده از آن میتواند مفید یا مضر باشد. دو سال پس از بازگشت طالبان، نیاز زیاد و کمک کم برای افغانستان. پس از دو سال حکومت طالبان در افغانستان، سازمان‌های امدادی کاهش توجه به رنج مردم را محکوم می‌کنند. سمیرا سید رحمان، سخنگوی کمیته بین‌المللی نجات IRC در کابل به سرویس مطبوعاتی انجیلی گفت: افغانستان از بسیاری جهات از دید ناپدید شده است. برنامه های کمک رسانی به شدت با کمبود بودجه مواجه است. اگرچه بحران در کشور پس از بازگشت طالبان به شدت بدتر شده است. دو سال پیش قدرت های غربی با عقب نشینی عجولانه خود افغانستان را دوباره به طالبان واگذار کردند. آنها از آگوست 2021 تا کنون کشور را در دست دارند. طبق گزارش سازمان ملل متحد، تقریبا 29 میلیون نفر به کمک نیاز دارند که بیش از نیم از جمعیت حدود 43 میلیون نفری این کشور است. از توجهتان به این پادکست خبری جهان سپاس.